سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بردیا هستم از آکادمی گنج. میخوام یک تحلیلی داشته باشیم روی بیت کوین، یک سری صحبتهایی بکنیم، هم صحبتهای فاندامنتال هم صحبت تکنیکال، و ببینیم کجای کاریم، چی کار باید بکنیم و کلا چه خبر. پس بریم به کارام برسیم بدون اینکه اتلاف وقتی بخوایم داشته باشیم. من از این توییت میخوام شروع بکنم، توییت گنج، اینکه از خواص قله اینه که فقط آدمای کمی معتقدن که این قله است و از این ود ریزشی، اما الان اینطور نیست و این و به نظر من یه چیزی که خوبه که آدم گوشه ذهنش داشته باشه. معمولا وقتی قله ها اتفاق میفتن همه متفق القول هستن که دیگه بر مارکت نخواهیم داشت، دیگه ریزش نخواهیم داشت. و معمولا وقتی که آدم های زیادی معتقدن که یه چیزی اتفاق میفته و ریزشی اینطور نمیشه، این خوبه حالا گوشه ذهنم داشته باشیم. این تحلیل نه تکنیکال نه فاندامنتال، شاید تحلیل سنتیمنت بشه اسمش رو گذاشت، اما بعد نیست گوشه ذهنمون بهش نگاه بکنیم. ولی من چیزی که برام مهمه و بهش نگاه میکنم و دنبالش میکنم نمودار استاک تو فلو هست و این خطی که داشتیم دنبال میکردیم. یه کمی به رنگ های اینجا دقت کنید، این ناحیه رو ببینید دوستان، این ناحیه نارنجی زرد رنگ رو ببینید که از این خط آبی عقب افتادیم بعد از اینکه یه مدت جلو بودیم. من این تیکر و ناحیه رو زوم میکنم یک دور دیگه با هم ببینیم. اینجا این ناحیه نارنجی رنگ رو ببینیم، یه کمی از خط زدیم بالا و برگشتیم پایین و پولبک بزرگی هم بود. اینجا هم همین اتفاق داره میفته، از خط بالا زده بودیم برگشتیم پایین و پولبک بزرگی. به نظر هیچ چیزی غیر طبیعی نمیاد، به نظر هیچ چیزی غیر عادی نمیاد برای من. و چیز دیگه‌ای که دوست دارم بهش نگاه بکنیم و این نموداری است که در واقع بر اساس اطلاعات آن چین برداشته شده، بر اساس اطلاعاتی که روی در واقع صرافی ها وجود داره، تعداد استیبل کوین هایی که روی صرافی ها هست، تعداد مقدار دلاری که روی صرافی ها هست و آماده در واقع تبدیل شدن خیلی زیاد شده، به آتایم هایش رسیده و خب واقعا عدد بزرگی هست. 14 میلیارد دلار استیبل کوین روی صرافی ها هست آماده خرید فروش شدن. این لزوما به این معنی نیستش که خیلی بولیشه یا خیلی بریشه مارکت، ولی به این معناست که چیزی که من میبینم و چیزی که آقای لکس دیده اینجا اینه که یک در واقع مثل یک تفنگی است، مثل یک فشنگی است که پر از چاشنیه و آماده شلیک شدن. اگر هر خبر خوبی، هر اتفاقی بیفته، چه تکنیکال چه فاندامنتال، که باعث حرکت رو به بالا بشه، این 14 میلیارد دلار استیبل کوینی که وجود داره روی صرافی ها تبدیل به کریپتو خواهد شد، تبدیل به بیت کوین و غیره خواهد شد و میتونه که حرکت خیلی خیلی سریع رو رقم بزنه، همون جوری که قبلا این اتفاق ها افتاده بود. اما بیاین من این صحبت رو هم بکنم. من ویدیو رو دوباره شیر کردم در مورد دو قله ای شدن بیت کوین. یادمون هست توی این سایکل ما سایکل دو قله ای داشتیم اصطلاحاً، و الان شاید صحبتای باشه که شاید اینجا هم داریم وارد این اتفاقی که اینجا افتاده بود، یعنی قله اول داره اتفاق میفته و قراره باز هم دو قله ای ببینیم. من البته خیلی با این موضوع موافق نیستم. چرا؟ چون الان سه تا قله داریم که بهش نگاه کنیم، یکی این قله اول و دوم سال 2013 و قله تک قله سال 2017. چیزی که وجه تشابهی که بین همشون وجود داره نمودار هفتگیه. دقت کنید قبل از اینکه قله زده شه تعداد زیادی هفته سبز گنده داشتیم، خب هم اینجا هم اینجا 5 6 تا سبز گنده، هم اینجا سبزهای گنده پشت سر هم، و اینها همه قبل از قله اتفاق افتادن. اما اینجا که میای میبینیم که اصلا اینطور نیست، یعنی هیچ قله ای، هیچ بلو آفتابی وجود نداره که قبلش یه مش کندل سبز گنده باشین. اگر از اینجا برمیگشتیم پایین آره، اما اینجا خیلی خیلی متفاوته با قبل، و من فکر میکنم شاید خیلی بیشتر شبیه باشه این اتفاقی که اینجا داره میفته به اتفاقی که در اواسط سال 2017 افتاد، یه چیزی شبیه اینجا، یا شاید شبیه اینجا، شاید شبیه اینجا، هرچی هست انتهای قله نیست، حتی شبیه انتهای قله اول سال 2013 هم نیست. و من با توجه هم میگم هم به اطلاعات آنچین، هم اطلاعات سنتیمنت و هم استاک تو فلو، اطلاعات فاندامنتال، چیزی که من دارم میبینم کماکان در واقع قدرت هستش توی بازار کریپتو. حتی اگر از نمودار لگاریتمی بیایم بیرون، شاید اگر حالا تریدر بازار کلاسیک باشیم، شاید بتونیم بگیم که آقا این خط روندی که اینجا هست هنوز خیلی باش فاصله داریم، هرچند که من به نظرم خیلی معنی دار نیست این خط روند. اما سوالی که باقی مونه اینه که خب الان باید چیکار کنیم، الان باید دنبال چی باشیم. من یه خط روند اینجا داشتم، امیدوارم که بزنیم با هم دوباره میکشیم. چه خط روند اینجا داشتیم توی ویدیوهای روزهای قبلم در موردش صحبت کردیم، توی حتی تایم فریم 8 ساعت هم میشه کشیدش، اصلا با چشمم اینجا میشه به راحتی دیدش. و اون خط روندی که داریم دنبال میکنیم این خط رونده، و ما تو جلسات پیش هم گفتیم، الان هم میگم این خط روند چیکار کرد. باعث شد که ما
ما رو در واقع امن نگه داره توی این بازار. اگر هر جایی میخوایم دنبال دره بگردین خیلی کار سختی. بارها و بارها گفتم گرفتن چاقویی که داره از یه ارتفاعی میفته خیلی کار تریکیه و کاری که ما نمیخوایم انجام بدیم. ما چی کار میخوایم انجام بدیم؟ ما میخوایم منتظر بمونیم قدرت رو در بازار ببینیم و این در واقع خط روند یه جورایی میتونه به ما کمک بکنه برای دیدن این قدرت توی بازار و برگشتش به این بالا. چیزی که من به شخص منتظرشم بسته شدن یک روز، یک ساعت، یک روز، یک حتی کندل هفتگی بالای این خط روند تا بتونه قدرت رو به ما نشون بده. پس این چیزی که این نقشه‌ای که الان داریم، چیزی که الان داریم دنبال می‌کنیم، بارها و بارها اومدیم حرکت داشتیم تا نزدیکی این خط روند، حتی دو سه بار خیلی کوتاه از روش رد شدیم ولی هیچ وقت کامل شکسته نشد و این ما رو سیف نگه داشت، امن نگه داشت. اما چارت خیلی مهم و چارت خیلی جالبی که وجود داره، شاید به عنوان در واقع وال استریت چیت شیت بشناسین این رو، شاید عناوین دیگه ای بشناسین این رو، اما چارتی که وجود داره چارت در واقع روانشناسی بازار هست بیشتر و فازهای مختلف یک حباب رو نشون میده. ما میدونیم که هر 4 سال بیت کوین وارد حباب میشه و از حباب خارج میشه، اما این فازها رو میخوایم با هم ببینیم. یک فاز بی صدا هست، فازی است که پول هوشمند وارد بازی میشه. اونجا جایی است که هیچ کسی از اصلا نشنیده در مورد این در واقع بازاری که داره اتفاق میفته، در مورد این حبابی که داره اتفاق میفته. و اینجا من چیزی که من میبینم اینجا جایی بود که در واقع بیت کوین چی داشتیم، بیت کوین 9000 دلاری، بیت کوین 10000 دلاری داشتیم، قسمت در واقع ساکتش بود، قسمتی بود که صدایی از کسی در نمیومد در مورد بیت کوین، اصلا صحبتی در موردش نبود، که اونجاها ما خیلی تمرکزمون رو کردیم روی اینکه در واقع اکومولیشن کنیم، پوزیشن هامون رو تمام بکنیم، پوزیشن هامون رو بگیریم. و از یه جایی به بعد بیت کوین 12000 13000 رو رد کرد، کم کم توجهات بهش جلب شد و رفتیم وارد فاز اورننس شدیم، فاز آگاهی شدیم. اینجا جایی است که اینستیتوشنال اینوستر ها، شرکت های بزرگ وارد میشن و چیزی که توش میبینیم اولین سلاف هستش، اولین ریزش بزرگ هستش که تله خرسی اصطلاحا نام داره، ریزش اول. بعد از اون وارد فاز مینیا یا وارد فاز در واقع هیجانی میشیم که اینجا هم در واقع تمرکز رسانه ها جذب میشه، کم کم وارد سرخوشی میشیم، کم کم وارد هرس و طمع میشیم و دیگه وارد فاز توهم و نیو پارادایم میشیم که اون انتهایی هست که گفتن 2-3 هفته یه سبز باید ببینیم. این چیزی هست که من منتظرش هستم تا بگم که قله داره اتفاق میفته. این همچین چیزی رو به نظر من ندیدیم. چیزی که داریم میبینیم خیلی بیشتر شبیه برتراپ هستش، شبیه تله خرسی هستش و این اتفاقی است که بعدش میفته. بعد از این یک ریزش داریم، اینجا بول ترپ تشکیل میشه و کم کم ترس وارد میشه و فرار، و ما سعی میکنیم که تا میتونیم نزدیک به این قله ها خارج بشیم. اینجا وارد شدیم و سعی میکنیم تا میتونیم نزدیک به اینجا خارج بشیم. خیلی ممکنه هر کسی این چارت رو ببینه یک نظری بده، یکی ممکنه بگه آقا الان اینجا هستیم، یکی ممکنه بگه الان اینجا هستیم، یکی ممکنه بگه الان اینجا هستیم، مهم نیست. چیزی که من میگم و چیزی که من دارم میبینم اینه، این نمودار قرمز رنگ همون خطی است که الان داشتم راجعش صحبت می‌کردم. اوپس، باز می‌خوام. نمودار قرمز رنگ همون خطی است که الان داشتم راجعش صحبت می‌کردم. این نموداری که اینجا داریم می‌بینیم و این نمودار سیاه رنگ اتفاقاتی است که امسال داره می‌افته، آبی رنگ 2013 و سبز رنگ 2016 هستش. و دقیقاً میشه این حرکت رو دید، دقیقاً این برتراپ رو میشه اینجا دید. به نظر من خیلی خیلی شبیه این نمودار داریم پیش می‌ریم. در سال 2013 خیلی شبیهش بودیم، در سال 2017 خیلی شبیهش بودیم. و چیزی که من میبینم چیه؟ چیزی که من میبینم اینه که الان برتراپ داره اتفاق میفته. به هر حال راهی چیزی جز زمان نمیتونه جواب نهایی و دقیق رو بهمون بگه و ما هم صبر میکنیم با تکنیک هایی که داریم، خطر روند هایی که داریم، خودمون رو امن نگه میداریم توی بازار تا نتیجه نهایی مشخص بشه. مراقب خودتون باشین، لایک کردن و به اشتراک گذاری این ویدیو فراموش نشه. همچنین که جلسه پنجم کلاسمون هم امروز برگزار شد، دوستانی که شرکت کردن، ثبت نام کردن، میتونن که ضبط شدهش رو هم ببینن. اگر سوالی دارین از من حتما بپرسین، سعی میکنم که بهتون پاسخ بدم در بخش کامنت ها و به زودی میبینمتون. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه.